بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 47مین جلسه ستاد ملی کرونا بود و به حمدالله در سایه این جلسات و مصوبات و همچنین جلسات کمیته ها که خب صدها جلسه کمیته ها تا کنون داشتند و خود ستاد ملی کرونا 420 مصوبه در این مدت داشته، به 35 دستگاه اجرایی ابلاغ کرده و آنچه به من گزارش دادند 85% مصوبات ما عملیاتی و اجرایی شده. خب بسیار مهم بود اقداماتی که از اوائل آبان ماه انجام گرفت، اول برای 43 شهرستان، بعدن در 14 آبان برای 46 شهرستان و بعدم در اول آذر با این اعلام عمومی که شد و شهرهای قرمز، نارنجی و زرد و اقداماتی که انجام گرفت، به حمدالله کار بسیار خوبی انجام گرفته و آثارش وزارت بهداشت و درمان ما به ما اعلام میکنه که آثار بسیار مثبتی بوده. همه این آثار مثبت با همکاری های مردم به وجود میاد. تا زمانی که مردم احساس میکنند که این بیماری یک بیماری مصری و خطرناکی هست و برای حفظ سلامت خودشون، فرزندانشون، خانوادهشون، دوستانشون، هموطنانشون باید به پروتکل ها دقیق عمل بکنند، ما پیشرفت میکنیم. البته محدودیت هایی هم نیاز هست که این محدودیت ها رو اعمال میکنیم. هر کجا که وضعیت قرمز باشه یا نارنجی یا زرد باشه، طبق همون چارچوب ها و مصوبات ما عمل خواهیم کرد و امیدواریم با همکاری مردم ما شاهد یک شرایط بسیار مناسب تری باشیم. ما داشتیم میرفتیم به کانال 500 نفر فوتی در روز، نزدیک شده بودیم به کانال 500 و برخی از پیشبینی ها هم به ما میگفت که با همون روند ما شرایط بسیار بدتری خواهیم داشت. خب با این اقداماتی که اعمال شد، الحمدلله ما از کانال 400 هم آمدیم به کانال 300. امیدواریم باز هم با همکاری مردم، با تلاش مردم شرایط بهتری رو داشته باشیم. خب همه چیز در سایه ماسک، فاصله گذاری، عدم تجمع، عدم تردد ضروری، اینا به عنوان اصولی است که باید همیشه در جامعه مد نظر ما باشه. ترددها بیشتر بشه ما باز مشکل پیدا میکنیم، تجمعها شروع بشه ما حتما دچار مشکل خواهیم شد. ما الان میبینیم که در اروپا با همه مقررات سختی که وضع کرده بودند، تو تابستون که یه مقداری گشایش ایجاد شد در اروپا، مخصوصا در ماه اوت و سپتامبر که حالا معمولا ماه تعطیلاتی اونا هست، حالا میبینیم چه وضعی اونا پیدا کردن. یعنی به محض اینکه ما اگر مراعات در جامعه ما مورد توجه قرار نگیره و خدای ناکرده مردم حس کنن که شرایط عادی شده، یک ماه بعد برمیگردیم به شرایط بسیار سخت و بد. همیشه این مراقبت ها باید ما ادامه بدیم. حتی اگر واکسن برسه، حتی اگر واکسن مطمئن در اختیار ما قرار بگیره با دوز مناسب ما بتونیم به مردم بدیم و این واکسیناسیون انجام بگیره، باز هم باید این مراعات ها و پروتکل ها اعمال بشه. برای اینکه اولا واکسن وقتی که تزریق میشه که خب چند هفته طول داره تا اون اثر بپذیره در بدن کسی که تزریق کرده، بعد اینکه این واکسن چند درصد مؤثره که ما اصلا نمیدونیم هنوز. حالا هنوز در
کشورهایی هم که میخواد شروع بشه معلوم نیست که آثار این واکسن ها چه مقدار هست و چجوری خواهد شد این واکسن ها. عوارض این واکسن ها معلوم برای دنیا روشن نیست. حالا این واکسن ها که تزریق بشه ممکنه بعضیش دارای عوارض سو باشه یا نباشه، اینا در شرایط بعد معلوم میشه. یعنی ما نمیتونیم امیدوار باشیم به خاطر واکسنی که هنوز در اختیار قرار نگرفته، واکسن هم هر وقت واکسن مطمئنی پیدا بشه به اندازه دوز مورد نیاز تولید نمیشه. ظرفیت تولید در دنیا محدود است، به هر حال زمان میبره تا واکسیناسیون برای همه افرادی که نیازمند هستن انجام بگیرن. بنابراین به امید واکسن نباید خدای ناکرده مراقبت ها کاهش پیدا کنه و ما فکر کنیم که خب واکسن میرسه و مشکلات ما حل میشه، در حالی که خب میدونیم هیچ واکسنی هم 100% اثر بخش نیست، به هر حال 1% اثر داره و نمیدونیم هم واقعا این ویروس آیا یک تغییر ژنتیکی بعدن انجام میده یا نمیده. اینم برای ما 100% روشن نیست. اگر یه همچون تغییراتی ایجاد بشه باز واکسن ها باید تغییر پیدا بکنه. به هر حال ما همچنان الان وظیفه ماست که همه پروتکل های بهداشتی رو به همون صورتی که اعلام میشه به دقت اجرا بکنیم و عملیاتی بکنیم. بارها تأکید کردیم که باید تعداد آزمایشات توسعه پیدا بکنه و انشالله این توسعه آغاز شده و ما میرسیم به رقم 100,000 آزمایش در روز و خب این خیلی میتونه به ما کمک بکنه برای اینکه بیماریابیمون سریعتر انجام بگیره و اینا گرفتار تخت بیمارستان دیگه نشن و زودتر بتونن بهبود پیدا بکنند. افرادی که مبتلا هستند باید اونها دوره قرنطینه رو مراعات بکنند. حتما باید برخورد بشه با افرادی که قرنطینه رو نقض میکنند. این بسیار تأسف بار. فردی که مبتلا میشه آزمایشش مثبته به او اعلام میشه، بعد خودش خونه رو ترک میکنه، حتی میخواد بره سوار قطارشه، سوار هواپیماشه، بره به یه شهر دیگه، که تعدادی از این افراد برگردونده شدند از فرودگاه ها، از مبادی که میخواستن حرکت بکنن. ما وظیفه داریم نسبت به این گونه موارد سختگیری های لازم رو اعمال بکنیم. هر جا برای ما روشن بشه که طرف تخلف کرده و قرنطینه رو نقض کرده باید همون جریمه هایی که مقرر هست اون جریمه ها اعمال بشه برای افرادی که ما مطمئن هستیم که نقض کردند و همچنین افرادی که دارای ارتباط با افرادی بیمار هستند حتما باید مورد بررسی قرنطینه و یا معاینه و درمان قرار بگیرند و مورد آزمایش حتما قرار بگیرند تا شرایط روشن بشه. من تأکید میکنم ما هر زمانی در کشور ما مراعات ها زیاد شد، دقت ها بیشتر شد، پروتکل ها بهتر اجرا شد، چند هفته بعدش دیدیم یه شرایط بسیار مناسبی رو ما تجربه کردیم. ما تو فروردین و اوایل اردیبهشت اقداماتی که مردم ما انجام دادن آثارش دیدیم. دیدیم در اواخر اردیبهشت، در خرداد ما شرایط ما بهتر شد. دو مرتبه که مردم حس کردن که نه، گوی این بیماری مشکلی رو ایجاد نمی کنه و از مشکل عبور کردن، فاصله ها کم شد، رفت آمد ها زیاد شد. دو مرتبه دیدیم با یک موج بسیار بزرگ و گسترده مواجه شدیم که اگر این اقدامات دو سه هفته اخیر نبود ما امروز با مشکلات بسیار گسترده مواجه بودیم. من باید تشکر کنم از همه اونهایی که برای اجرای این مسببات تلاش کردن، خود وزارت بهداشت درمان که خب حالا نوک این پیکان هست و بار سنگین بر دوشش هست،
وزارت کشور و قرارگاه عملیاتی ما، تلاش هایی که داره انجام میده، کمیته ها و همه نیروهایی که دارن کمک میکنن، نیروی انتظامی، بسیج، اتحادیه ها، اصناف، تعزیرات، همه اونهایی که به یه نحوی دارن یاری میکنن و کمک میکنن برای ما بسیار مهمه. من در اینجا یه خواهش دیگه دارم و اون این که وقتی ما پروتکلی را الزامی میکنیم و ستاد ملی کرونا اون رو تصویب میکنه و ابلاغ میکنه، خود ما مسئولین استحقاق ما برای اجرا و وظیفه ما برای اجرا از مردم عادی بیشتر و بالاتره. گفت الحسن من کل احدن حسن و من که احسن لمکان کمنا. به هر حال اون کسی که مسئولیت بالاتر داره و در حکومت مردم به اون نگاه میکنن و عمل اون میتونه تأثیر گذار باشه، حالا هم از وزرا، دستگاه های دیگر، همه اونهایی که مسئول هستن در کشور، اونا بیش از دیگران باید مراعات بکنن و اگر مراعات نکنن، خدای ناکرده موجب این میشه که مردم احساس بکنن که این مصوبات پس خیلی لازم نیست، خیلی ضروری نیست، اگر ضروری بود پس چرا فلان اداره عمل نکرد، چرا فلان وزارتخونه عمل نکرد، چرا فلان مقام عمل نکرد. من خواهش میکنم که ما همه مسئولیت داریم و مسئولینی که به هر حال استاندار، فرماندار، مسئول یک نیرو هست، مسئول یک قسمت هست، اینا بسیار مهمه که ما بیش از مردم مراعات کنیم و مردم این رو الگو قرار بدن برای خودشون و انشالله با تلاش هایی که ما انجام میدیم برسیم به یک نقطه مطلوب. من بسیار سپاسگزارم که با همکاری مردم ما تونستیم مناطق قرمز ما از حدود 160 منطقه قرمز کاهش پیدا کنه به 64 منطقه قرمز. این خیلی مهم بود و این مناطق قرمز تبدیل شد به مناطق نارنجی و مردم عزیز ما بدونن هر جا بیشتر مراعات بکنن محدودیت‌ها کاهش پیدا میکنه، هر شهری مراعات رو کمتر بکنه حتما در هفته های بعد با محدودیت های بیشتر مواجه میشه. امروز در گزارش هایی که داده شد دیدیم 7 شهرستان وضعیت، حالا باید بگیم فوق قرمز، به هر حال وضعیت قرمز شدید داشتن و اعلام شد اینجا استاندارهای محترم، فرماندارها در این 7 شهرستانی که شرایطشون صعودیه، حالا بعضی از شهرستان ها نزولی شده، بعضی ها به هر حال در یک شرایط نسبتا نزولی و مناسب هستن، ولی این 7 شهرستان در حال صعودن و بنابراین باید حتما برای این 7 شهرستان اقدامات فوری و وسیع انجام بگیره برای اینکه ما دچار مشکل نشیم. تهران هم شرایط تهران نارنجی است، اما ما لب مرز هستیم. همه بررسی ها نشون میده که در شرایط نارنجی تهران همه نیروهای ما باید تلاش بکنن به دقت همه مقررات اجرا بکنن. اگر مقررات به خوبی اجرا نشه، شهری که نارنجی شده ممکنه بعد از یه هفته، بعد از دو هفته، دو مرتبه دچار مشکل بشه، به وضعیت قرمز برگرده. انشاءالله همه ما یاری کنیم و کمک کنیم برای اینکه بتونیم هرچه سریعتر این مسئله‌ای که ایجاد مشکل برای مردم کرده از این ویروس عبور بکنیم، مردم ما به سلامت باشن انشاءالله، با فوت کمتر، با ابتلای کمتر، با بستری کمتر و با کمک به کادر درمانمون انشاءالله از این پیچ عبور کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.